سپویلر آلارت، توی این ویدیو ما میخواییم به داستان کلی از بازی ها اشاره بکنیم که البته نباید زیاد نگران باشید، چرا که 80-90 درصد بازی ها پایان داستانی مشخصی دارن. شما مردم رو نجات میدید، یا خونه، روستا، شهر، استان، جزیره، ایالت، کشور، قاره، سیاره، منظومه، کهکشان و در نهایت جهان. بعدش هم که تیتراژ پخش میشه. تبریک میگم، شما برای 100,000 بار دنیا رو نجات دادید. فرق نمیکنه که داستان در گذشته، زمان حال و یا آینده باشه. فرق نمیکنه اگه شما مخفی کاری بکنید دست به کشتار بزنید و یا در حالی که مخفی کاری میکنید دست به کشتار بزنید. فرق نمیکنه اگه شما سرباز باشید، دونده باشید و یا حتی اگه بچه باشید. فرق نمیکنه اگه بازی تم کارتونی و گی داشته باشه و یا اینکه همه چیز خاکستری یا گیگاچت باشه. از ساده ترین این بازی های پلتفرمی بگیرید تا شوترهایی که در خشن ترین حالت ممکن هستن، در نهایت فرقی توی داستان نمیکنه. شما باید دنیایی که توش زندگی میکنید رو نجات بدید و خب به شخص من دیگه ازش خسته شدم. اصلا به خودتون فکر نکنید که این قضیه فقط توی بازی های شوتر به چشم میخوره و یا حتی مربوط به بازی های پلتفرمی میشه. این سیستم از همون اول توی صنعت ویدیو گیم حضور داشته، حضور داره و متاسفانه حضور خواهد داشت. اصلا بذارید یه امتحانی بکنیم. برید توی گوگل سرچ کنید سال فلان ویدیو گیمز و بعد یه نگاهی بهشون بندازید. حتی شما متوجه میشید که 70-80 درصد اونا که داستانی باشن مربوط به نجات دادن دنیا میشند. حتی بازی هایی که از این پلات استفاده کردن و این پتانسیل رو داشتن که توی نسخه های جدید داستان متفاوتی خلق بکنند دست به این کار نزدن. توی دراگون ایج اینکویزیشن شما باید دنیا رو از خودش نجات بدید. واو، شما دیگه توی این فرانچایز فقط با شیاطین نمی‌جنگید. حالا توی دنیا انسان‌های عادی با اخلاقیات خاکستری به خاطر درد و رنج گذشته همدیگر رو گناهکار جلوه میدن و سناریوهای پیچیده خلق می‌کنن. نه، یه حفره توی آسمون ایجاد شده که می‌خواد دنیا رو نابود بکنه. هیلو 5 درباره قهرمان بازی و ایکس باکس مستر چیفه، کسی که انسان‌ها رو بارها نجات داده ولی حالا تمرکز خودش رو از دست داده و می‌خواد تنها کسی که توی زندگی بهش علاقه داشته رو نجات بده. اون در طول این مسیر متعهدهای خودش رو از دست میده و همه بهش شک می‌کنن. نه، این بلوبری ربات ساخته که دنیا رو نابود بکنه. برید جلوشو بگیرید. ماس افکت آندرومدا یه جهان جدید رو برای شما باز می‌کنه، جهانی که هیچ کس به اون قدم نذاشته. این میتونه پتانسیل قرار دادن مشکلات خارق‌العاده‌ای داشته باشه. نه، یه یاروی میخواد دنیا رو تصاحب بکنه. برید جلوشو بگیرید. شاید الان با خودتون بگید این بازی اکشن هستن، انصاف نیست اونا رو نقد کرد. خب بذارید بریم سراغ یه نمونه متفاوت. Mirror's Edge یه بازیه که به صورت کامل بر اساس پارکور، پلتفرم و گشت و گذار توی ساختمون‌ها بنا شده. اما داخل اون بازی هم یه شخصیت منفی وجود داره که میخواد جلوی آزادی اندیشه رو بگیره. و حدس بزنید چی؟ شما باید جلوش رو بگیرید تا دنیا رو نجات بدید. یه وقت اشتباه نکنید، هیچ ایرادی با پلاتای داستانی که شما توی اون دنیا رو نجات بدید وجود نداره. خیلی از بازی‌ها از تریپل ای گرفته تا ایندی از این پلات استفاده کردن و نتایج فوق‌العاده‌ای گرفتند. مشکل اصلی من نحوه پیدایش اینطور پلات هاست. به عنوان مثال توی بازی سوما نجات دادن دنیا به هیچ وجه کانسپت های فوق‌العاده اثر رو از بین نمیبره، بلکه اونا رو تقویت میکنه. ویچر 3 از شما میخواد دنیا رو از خطر وایلد هانت ها نجات بدید، اما تمرکز اصلی روی پیدا کردن دختریه که پدرش رو گم کرده. در واقع نجات دادن دنیا توی اثری مثل ویچر 3 به چشم نمیاد، چرا که این بازی خیلی از موارد دیگر رو ارجحیت داده. در نتیجه همچین تصمیمی ویچر 3 تبدیل به یکی از بهترین بازی‌های آربجی شده. از اون طرف بازی مثل هیلو 4 اینطوری شروع میشه که شما دارید یکی از عزیزترین نزدیکان خودتون رو از دست میدید. اما با این حال سازنده ها ترجیح دادن برای نقطه حساس بازی یه لیزر گنده بیارن که میخواد جهان رو نابود بکنه. قرار دادن سناریوی نجات دنیا توی این بازی ها بقیه اجزای داستانی رو تکمیل نمیکنه، بلکه شما رو از اونا منحرف میکنه. به همون دلیلی که توی بازی مثل دوم شما نمیخواید پیچیدگی های روابط انسانی و تاثیرات اونها رو نشون بدید، از یه بازی با دنیای غنی مثل هیلو نباید فقط برای نشون دادن یه خط داستانی ساده مثل نجات دنیا استفاده بشه. متاسفانه ایده‌ای وجود داره که میگه اگه هدف یه بازی به اندازه کافی حماسی نباشه نمیتونه پلیرها رو جذب بکنه. اما خب مثال‌های متضاد خیلی زیادی وجود داره. یکی از معروف‌ترین این مثال‌ها مربوط به فرانچایز جی تی ای میشه. اتفاقاً داستان این بازی‌ها کاملاً خلاف نجات دادن دنیاست. اما همونطور که میدونید با منتشر شدن هر نسخه جدید از جی تی ای نه تنها تعداد گیمرهایی که طرفدار این بازی بودن کم نشدن، بلکه به شدت افزایش پیدا کردن.
بذارید دوباره به همون هیلو 4 برگردیم که در بیشتر موارد شما میخواید دنیا را نجات بدید، اما هیچ کس از این خطر داستانی و حتی شخصیت منفی اون بازی یادش نیست. اما صحنه‌ای که کورتانا از مستر چیف خداحافظی میکنه توی ذهن همه ما باقی مونده. بوردرلندز 2 5 تا اکسپنشن فروخته که پرفروش‌ترین و محبوب‌ترین اونا مربوط به نسخه‌ای میشه که توش یه دختر بچه D&D یا همون دانجنز اند دراگونز بازی میکنه. وقتی اسم بایوشاک میاد همه ما یاد مونولوگ معروف اندرو رایان میافتیم. هیچ کس به باس فایت پایانی اون بازی کاری نداره. A man chooses. A slave obeys. مکس پین بدون شک یکی از بهترین بازی های شوتری که من به عمرم بازی کردم و کل داستان اون مربوط به مردی میشه که میخواد به خاطر کشته شدن زن و بچهش انتقام بگیره. از اون طرف ما بازی هایی مثل عناوین ورزشی رو داریم که هر سال عرضه میشن و فروش بالایی هم دارن، یا حتی بازی های مالتی پلیئر که این همه طرفدار دارن، اما هیچ وقت این محبوبیت ربطی به داستان و یا روایت خفن اونا نداره. Red Dead Redemption 1 بدون هیچ تردیدی یکی از بهترین داستان‌ها و روایت رو داره که تقریباً توسط همه ستایش شده. توی این بازی شما نمیرید دنیا رو از دست فضایی‌های نجات بدید که میخوان دنیا رو نابود بکنن. شما در نقش مردی هستید که برای خانواده و حفظ اون حاضر دست به هر کاری بزنه. البته که داستان بازی به تنهایی هیچ وقت عاملی برای تضمین موفقیت در فروش به شمار نمیره. عناوینی مثل مس افکت، هیلو و هاف لایف فقط به این دلیل فروش بالایی نداشتن چون داستان حماسی داشتن. این عناوین هم کیفیت بالایی داشتن و هم دست به خلاقیت زده بودند. درست کردن یه بازی با محوریت نجات دادن دنیا هیچ وقت یه الزام نیست، بلکه یک انتخابه. هزاران جزئیات و عوامل میتونن روی موفقیت یه بازی نقش داشته باشن، ولی ظاهراً بیشترین توجه مربوط به نجات دنیا میشه. خیلی وقتا ما اصلا دنیایی که نجات میدیم رو دوست نداریم، بلکه این کار رو فقط به این دلیل انجام میدیم چون بازی از همون میخواد. زمانی میشه یک دنیا رو دوست داشت که شامل چیزهایی باشه که برای ما اهمیت دارند. دنیا ما رو تغییر نمیده، ولی چیزهایی که داخلش هستند میدن.